به نام خداوند جان و خرد، از این برتر اندیشه بر نگذرد. نباشد خرد جان نباشد رواست. خرد جان پاک است و ایزد گواست. تو گر پیش شمشیر مهرآوری، سرت گردد آشفته از داوری. تو گر پیش شمشیر مهرآوری، تو گر پیش شمشیر مهرآوری، تو گر پیش شمشیر مهرآوری، سرت گردد آشفته از داوری. تو گر پیش شمشیر مهرآوری، سرت گردد آشفته از داوری. گرت سر به کار است بپسیج کار، در گنج بگشای و بربند بار. تو گر چاشت را دست یازی به جام، وگر نه خورند ای پسر بر تو شام. تو گر چاشت را دست یازی به جام، وگر نه خورند ای پسر بر تو شام. نباشد ز گیتی تو را یار کس، بیازاری و راستی یار بس. یا بیازاری و راستی یار بس. انجمن پادشاهی ایران هوشنگ رازگو، با درود به هموطنان گرامی، دوباره فرصت می شد که در کنار شما هموطنان گرامی باشید. در زمانی که به قول معروف برنامه ما روی آرشیو مردم تیوی بازپخشی پیدا میکنه، ما هم در ارتباط همزبانان قرار میگیریم. بخشی خوب، بخش عظیمی از این همزبانان هموطن هستند و هموطنانی که بسیار مهربان و راستی مهر میبرزند به من. بخش دیگه از هموطنان ماورای مردهای ایران گرفتار هستند که به شرف سوگند اینا منو به گریه میندازند. موقعی که بچه های افغانستان، بچه های تاجیکستان با من صحبت میکنن، به شرف سوگند خودم رو بسیار نگه میدارم که چه خیرانی راستی، چه مهری، چه راستی و درستی در این مردم هست، چه سربلندی در این مردم هست و چه احترامی، چه احترامی برای هویت ملی، برای سرزمین پدری که سخن من سرزمین مادری هست. هموطنان گرامی، چه ارزشی برای ایران. یادم هست که در مورد امین الله حسین مطلبی رو روی خط من برای هموطنان گرامی خواندم. چگونه اینها از تخت جمشید سخن میگن و چگونه ما کسانی که در ایران گرفتار زندگی میکنیم
از کنار این مسائل به راحتی رد میشه و حتی نمیبینیم راستی. تلفن‌هایی که دارم هموطنان گرامی، باید اینا رو من ضبط کنم بذارم برای شما، که البته این خلاف اخلاق هست و ما تحمل میکنیم، ما تحمل میکنیم این اهانت تاریخ رو هموطنان. تلفنی از شخصی داشتم به نام نمیدونم حسین فلان، من نتونستم این فامیلی ایشون رو بفهمم، نام خانوادگی ایشون رو، حسین فلان فلان، که این آقا که سخن میگه کیه؟ گفتم من هستم در خدمت شما، بفرمایید. نه این آقا خیلی همچین با افتخار صحبت میکنه و سربلندی، ایشون خیال میکنه که تنها خود ایشون میفهمه و بقیه دیگه چیزی نمیفهمه. گفتم خب حالا منظور شما چیه؟ شما مطلبتون چیه؟ نه آقا، کاش یه روزی تو این امریکا یه قانونی وضع بشه که جلوی کسانی که این گونه می نشینن و سخن میگن گرفته بشه. من براستی همینطوری ماندم که مشکل این با سربلندی ملت ایران هست. با اینکه به زبان پارسی صحبت میکنه، میخواد قانون اساسی امریکا رو عوض کنه که اون فریدم آف سپیچ رو ازش در بیاره، که کسی سربلندانه ننشینه و سخن نگه. من بارها و بارها گفتم هم وطنان گرامی، شما بنشینید 1000 ساعت از دموکراسی صحبت کنید، از مارکسیسم لنینیسم به قول معروف ناز، از استالینیسم سخن بگید، از نمیدونم چه گوارا بنشینید مطلب بگید، از ماوستون بنشینید به قول معروف داد سخن بگید. کسی با شما کاری نداره. همین که سخن از شاهنشاهی ایران و سربلندی ملت ایران به میون بیاد، همه یه دفعه به قول معروف سربلند میکنن. دشمنان تاریخی، اهانت تاریخی جان میگیره. ای آقا شاهنشاهی چیه؟ دموکراسی کجا میره با شاهنشاهی؟ آزادی کجا میره با شاهنشاهی؟ میگم آقا من تمام این مشکلات رو توی این به قول معروف مدتی که در کنار هموطنان گرامی هستم توضیح دادم. میگه من اصلا کاری به این کار رو ندارم، شما چرا خود با افتخار صحبت میکنید؟ میگم آقا من میگم سربازم، میخوام بجنگم با جمهوری اسلامی، شما میخواید یه سرباز، یک سردار سرافکنده جلوی شما باشه؟ و برمیگرده به من ناسزا میگه و میگه نمیدونم، امیدوارم که این قانونی که به قول معروفیشون ازش سخن میگفت در اینجا وضع بشه که هر آدم به قول معروف خود بزرگ بینه احمق، یعنی من هوشنگ، ننشینه جلوی تلویزیون و داد سخن بده. هموطنان گرامی ببینید مشکلات ما کجا هست. در درون جامعه که با اون به قول معروف مشکلات روبرو هستیم، در طی تاریخ که اینجوری سر ما رو بریدن، حتی اگر یک نویسنده که الان نامش در زبان من نیست اومد تاریخ پادشاهان رو نوشت، تکه تکه کردن انداختنش توی به قول معروف تنور، ایستاده بود و بدنش رو می بریدن و می انداختن توی تنور به خاطر اینکه از سر بلندیه ملت ایران و از شاهنشاهی این سرزمین سخن به میون میاره.